بعد بگم دقایق قبل نشست خبری بود از طرف خط خطوط هوایی اوکراین ایرلاین و اونها جزئیاتی دادند با نمودار با تصویر در مورد اینکه اونها فکر میکنن که چه اتفاقی افتاده. تصاویری که اونها منتشر کردند مبنی بر این بود که هواپیما در خط پروازی معمول خودش در حال پرواز بوده، برخلاف اون چه که اشاره شده بود در بیانیه ستاد خبری در واقع نیروهای مسلح، نزدیک به هیچ پایگاه نظامی خارج از معمول نشده بود. اما و همینطور گفتند که اونها مطمئن هستند که هیچ نقص فنی هم در کار نبوده و از اول به این مطمئن بودند. هم اجازه بدید بریم سراغ نفیسه کوهنورد، خبرنگار ما که الان از اربیل در اقلیم کردستان عراق با ماست. نفیسه، خبرها خیلی سرعت گرفته، اتفاقات زیادی ظرف 3-4 روز اخیر افتاده، واکنش ها در عراق چه بوده به این خبری که امروز منتشر شد از روی مقامات ایران؟ همه دارن از نزدیک دنبال میکنن و میدونیم که یکی از بحث هایی هست که آقای عبدالمهدی با مقامات کردستان عراق هم در سفر امروزش داشته. من الان در یک پایگاه نظامی هستم، جایی که تعدادی از موشکایی که ایران زد به این سمت شلیک کرده بود در نزدیکی همینجا سقوط کرده. صحبت از این هست که آیا واقعا چطور ممکنه وقتی که در خود عراق اطلاع داشتن از اینکه چنین تهدیدی وجود داره و حتی ساعت‌ها قبل پایگاه‌های آمریکایی، پایگاه‌های ائتلاف هشدار گرفته بودند که به منطقه امن برن، به پناهگاه برن. ساعت‌ها قبل، حداقل خود مرکز بغداد 4 ساعت قبلش پیام گرفته بود که باید به پناهگاه‌ها برن. چطور ممکنه که ایران اجازه داده پروازهای خودش انجام بشه؟ آسمان بخشی از عراق اون شب بسته بوده، مشخصا خیلی از پروازها خودشون کنسل کردن، خودشون لغو کردن پروازشون رو، از جمله پرواز هواپیمایی مصر. قبل از اون هم دقیقاً پرواز هواپیمایی مصر چندین ساعت قبل از این حمله به مدت 2 روز مشخصا اعلام کرد که پروازهاش رو به عراق لغو میکنه. و سوال بزرگ اینجا برای خیلی هم همینه که چطور در عراق میدونستن چنین اتفاقی قرار بیفته، ولی چطور ممکنه که خود ایران اجازه داده باشه که پروازهاش انجام بشه. مسئله دیگه این هستش که آقای حاجی‌زاده گفته من خودم در غرب کشور بودم، داشتم نظارت میکردم بر این عملیاتی که انجام شده. خیلی ها الان روی فضای مجازی میپرسند که به نظر میاد که کمال دقت انجام شده برای اینکه کسی از نیروهای آمریکایی آسیبی نبینه و بعد این اتفاق در داخل خاک ایران افتاده. در عراق در مورد این حرفا چی میگن؟ دقیقاً، یعنی همون هشدار هم ظاهراً برای این داده شده که نیروهای آمریکایی به هیچ وجه آسیب نبینن. نه تنها نیروهای آمریکایی، که نیروهای عراقی آسیب نبینن. فرناز، یک موردی که ما همیشه اینجا دیدیم در سالهای جنگ با داعش و حتی در زمانی که در بخشی از سوریه روسیه فعالیت موشکی داشت، بارها ساعتها قبل هشدار میدادن به فرودگاه ها و عملا آسمان عراق رو میبستن، آسمان بخشی از سوریه رو میبستن و حتی هشدار داده میشد که در مرز ایران به هیچ وجه فعالیتی صورت نگیره، پروازها صورت نگیره. به نیروهای ائتلاف هشدار میدادن، به هواپیمایی ها هشدار میدادن. و برای همین هم هست که سوال بزرگ اینه چطور میتونن، یعنی چطور امکان داره که کمال دقت انجام شده باشه که اینجا خبردار شده باشن و اجازه داده باشن که، چون رسم بر اینه و با هر شلیک موشک حتی شما به تمام پروازهایی که ممکنه متخاصم باشن هم در این سالهای جنگ با داعش اطلاع داده شده اطلاع داده شده که در این فضا پرواز نکنید، مسیر موشک احتمالاً اینطور باشه. ما میدونیم که حتی زمانی که ایران بخشی از پایگاه های نیروهای کرد رو، کرد مخالف ایرانی رو در نزدیکی اینجا هدف قرار دادن، باز هم هشدار خیلی سریعتر به اربیل رسیده بود. میدونستن که احتمالاً یه همچین فعالیت موشکی خواهد بود و به نیروهای اینجا هم اطلاع داده بودن که به هیچ وجه حتی هلیکوپترهاشون هم پرواز نکنه. در زمانی که ایران به سمت القائم، به اون طرف به البو کمال
شلیک کرد هم دقیقا همین هشدار داده شده بود که آسمان این مناطق باز باشه. ولی مشخصا در مورد حمله اون شب میدونیم که از ساعت‌ها قبل همه اینجا اطلاع داشتن که چنین حمله‌ای در پیش. آژیر در خود اربیل به صدا در اومد برای اینکه نیروهای آمریکایی، پرسنل آمریکایی به پناهگاه برن. من میدونم که تو با در واقع سیستم های دفاعی اینها در عراق و منطقه بیشتر آشنایی تا اونچه که احتمالاً در ایران سیستم های سپاه و اینها هست، اما اینکه یک در واقع پایگاهی هست در نزدیکی فرودگاه و این پایگاه اونقدر پایگاه مهمی هست که به هر حال چنین امکانات پدافندی درش فعال هست، روشن هست که پروتکل نظامی چیه؟ آهان، قرار نبوده. اون چیزی که من اینجا میشنوم این بوده که از اول میدونستن چنین حمله در پیشه و قرار نبوده که به هیچ وجه مقابله بشه، برای اینکه تمام تمهیدات امنیتی در نظر گرفته شده بوده. این چیزیه که من از منابع اینجا میشنوم. و منظورم این هستش که اون پروازهایی که در واقع اون پایگاه‌هایی که در ایران هستن و احتمالاً مجهز هستند به پدافندهایی که بتونن از خودشون دفاع بکنن، اینها از روشن هست که در چه سطوحی دستور میگیرن، چه کسی باید به اینها دستور بده که مواظب چه باشن، چه جوری کار میکنه سیستم اینها؟ بستگی داره کلا همینجا هم همینطوره، بستگی داره که چه تصمیمی گرفته شده باشه. گاهی به بعضی از پایگاه ها اجازه میدن با خیلی سطح پایین تری امکان حد دفاع از خود داشته باشن، امکان شلیک داشته باشن، اما برای بعضی از پایگاه ها دستور میاد که حتما باید امضا از مقام خیلی بالاتر باشه. تا جایی که من اطلاع دارم در ایران هم در همین قوانین اجرا، یعنی همین قوانین وجود داره، همین قوانین نظامی وجود داره که بستگی داره که هشدار داده شده باشه به اون پایگاه که آیا پدافند هواییت رو برای دفاع از خود اگر فکر کردی تحت خطری بلافاصله بدون اطلاع به فرماندهی بالاتر استفاده بکنید، یا نه منتظر بشید که دستور اکید از مرکز فرماندهی بیاد. اینجا هم دقیقاً همینطوره. همینطور نیستش که نیروهای آمریکایی که اینجا باشن به راحتی بتونن چیزی رو هدف قرار بدن، یا اگر مگر اینکه دستور از قبلشون داده شده باشه که اگر فکر کردید تحت خطر هستید واکنش نشون بدید سریعا. متشکرم نفیسه. نفیسه کوهنورد خبرنگار ما در منطقه از اربیل در کردستان عراق با ما. ما باز هم به تو برمیگردیم در طول برنامه نفیسه. یک بار دیگه یادآوری بکنم بیننده پوشش خبری ویژه بی بی سی فارسی هستید. در مورد تحولات اخیر، آخرین خبری که ما داشتیم صبح امروز این هست که ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه داد و پذیرفت که در واقع حمله به یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین به اشتباه توسط اونها صورت گرفته و آقای حاجی‌زاده در این باره صحبت کرد، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران. او به جزئیات گفت که در واقع مسئولیت این به دلیل مسئولیت صدور دستور برای توقف پروازها کس دیگری باید صادر می‌کرده این دستور رو و او صادر نکرده. گفت که هیچ تقصیری متوجه نیروهای کشوری و دولت نیست، این تصمیم نظامی بوده و باید در سطح نظامی گرفته می‌شده. به نظر می‌رسه که او در مجموع در صحبت‌هاش داشت به این اشاره می‌کرد که به نوعی اختلافاتی بوده ظرف دو سه روز گذشته در مورد اینکه چه کسی مسئول هست، چه کسی باید صحبت بکنه، چه کسی باید مسئولیت بپذیره. اما مسئله دیگه که ظرف ساعت گذشته داشتیم یک نشست خبری نسبتاً طولانی توسط خطوط هوایی اوکراین ایرلاین بود که خطوط هوایی اوکراین اینترنشنال اعلام کردند که هواپیمای اونها دقیقاً در مسیری که معمول بوده و همواره از اون حرکت می‌کرده حرکت کرده، با فاصله‌ای که معمول بوده و هیچ انحرافی از در واقع مسیر عادی خودش نداشته. همینطور اونها با جزئیات در واقع با نمودار و عکس های به دنبال این بودن که اثبات بکنن که امکان هیچ نوع در واقع اتفاق دیگری از آغاز هم وجود نداشت و اونها فقط منتظر بودند که در واقع
گروه های تحقیق در ایران این رو اعلام بکنن تا اونها هم بتونن در موردش صحبت بکنن. اما همونطور که گفتم ستاد کل نیروهای مسلح در این باره بیانیه ای صادر کرد و گفت که این خطای انسانی بوده و آیت الله خامنه ای رهبر ایران حالا گفته شده که دستور پیگیری داده، حسن روحانی رئیس جمهوری اظهار تاسف کرده، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه عذرخواهی کرده. پیش از این مقام های غربی از جمله نخست وزیر کانادا گفته بودند که این هواپیما هدف پدافند ایران قرار گرفته. این هواپیما روز چهارشنبه همزمان با حملات موشکی ایران به پایگاه های آمریکا در عراق در واقع چند ساعت بعد از اون هدف قرار گرفت و سقوط کرد. تمام 176 سرنشین اون که بیشتر ایرانی بودند یا شهروند دو ملیتی بودند کشته شدند. غیر از ایرانی ها شهروندان اوکراین، افغانستان و سوئد هم در اون بودند، به اضافه ایرانی کانادایی هایی که اشاره کردم. صدور اطلاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران واکنش های زیادی به همراه داشته. مهدی بیگی این واکنش ها رو جمع آوری کرد. هواپیما با موشک ساقط شده، جمله‌ای که دیگر نه به عنوان شایعه بلکه به عنوان واقعیت مطرح می شود. ستاد کل نیروهای مسلح ایران صبح امروز اطلاعیه‌ای در مورد سانحه هواپیمای 737 اوکراین منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده در هنگام چرخش هواپیما کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار گرفت که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد مورد اصابت قرار گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید که سامانه پدافند ساعت 12 شب در محل شلیک مستقر شده بود و هواپیمای اوکراینی را موشک کروز تشخیص داده و برای همین شلیک کرده است. متاسفیم، بالاخره اینها هزینه این شیطنت ها، التهابات و اقدامات امریکا در منطقه است که واقعا اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم. خب حالا بالاخره متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته انتظارش از ایران تحقیق کامل و شفاف، اجرای عدالت در حق عاملان، بازگرداندن اجساد، پرداخت غرامت و عذرخواهی رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در بیانیه ای گفته که تمرکز کشورش بر این مسائل است: وداع مناسب با قربانیان، پاسخگو کردن مسببان، شفافیت و عدالت برای خانواده ها و عزیزان قربانیان. دیروز مقام های ایران خبرهای منتشر شده از سوی منابع اطلاعاتی آمریکا و نخست وزیر کانادا را فضا سازی های مشکوک و عملیات روانی خوانده بودند. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی ایران هم این اخبار را نادرست دانسته و از مقام‌های سیاسی این دو کشور خواسته بود اگر اطلاعاتی دارند علنی منتشر کنند. در این دو روز اما رسانه‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های غربی گزارش‌های مختلفی در مورد اشتباه پدافندی یا هدف قرار گرفته شدن هواپیما توسط خود ایران منتشر کرده بودند. بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و سوال‌های زیادی ایجاد کرده، از جمله اینکه چرا بامداد چهارشنبه در زمان سقوط هواپیما پرواز هواپیمای مسافربری متوقف نشده بود. سیاوش امیر مکری مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های کشور در پاسخ به این سوال گفته دستورالعمل لغو و تأخیر پروازها برای چنین موضوعاتی را پدافند اعلام می‌کند. هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین صبح چهارشنبه دقایقی بعد از برخاستن از فرودگاه خمینی در مسیر کیف در سواشهر از توابع شهرستان شهریار هدف قرار گرفت. تمامی 176 سرنشینش جان خود را از دست دادند. اکثر جانباختگان ایرانی و یا ایرانی کانادایی بودند. مهدی بیگی، بی بی سی.